شده؟ هیچی آقا جون، به من میگم بیورزه. میگم من بیورزم که با لیلی چیز نکردم، یعنی نرفتم. کجا نرفتی؟ چیز دیگه، همون که شما میگین دیگه. آفرین به آقا جونت، نقشه خوبی کشته. اما ایف که تو خیلی بیارزه ای. اما اصلو اگه من اگه مرسی کنی؟ نه همه از سلا. پس چی؟ بگو دیگه. من باید چیکار کنم که لیلی رو ندنش به پوری؟ آفرین، حالا تازه داری مثل یه جوان بالغ صحبت میکنی. ساعت دفعه بهت گفتم یه سفر ببری سان فرانسیسکو دیگه. نه اما اصلا میخوام بگم مامنت، باز که پشیمون شدی بیارزه؟ نه ولی آخه چجوری؟ مداد رنگی داری؟ آره. برو برده بیار یه مداد بنفش بیار با یه مداد صورتی خوش رنگ تا عکسشو برات بکشم. اما اصلا خیلی خوب، یه دونه خودم با مداد کنتو برات میکشم میبرزم. جناب علی، پروپاتون چرا خیسه؟ آبی. یا حمله کردن، خدا شیشای کفشانو کور کنه. آقا ببرین خالی کنین، ببرین خالی کنین شستو، خود برگردین. قاسم عجله کن. چشم آقا چشم. باید هستیم با دویی که مطل نشده گه. چی شده مشقا سمین آباش دیره؟ والا آقا دروغ چرا، آقا میگن کار انگلیسی هاست، اما ما خیال نکنیم انگلیسی ها که هنوز عرق راهشان خوش نشده بیان سیل بندازن تو خانه آقا. خان دادا چه خبر شده؟ داداش چرا بایستدی به من دست رو خالی کن؟ هشخاصم چی شده؟ بابام جان دل شیر داری اینجا ها پیدا شده. پوری آقا هاشا خرابه، اگه گیر آقای سرنگ بیفتی تک بزرگت آموشه تاره. ایشون خیلی عصبانی. آره بابام جان بود قایم شو، لغت زدن تو ناموس مردم شوخی بردار نیست، جوری زدیش که بنداری نفس و ناموسش قاطی شده. داد باش دیگه بابا نداد. بیا بابا زود باشیم، زودتر که اصلا خانی کنی. چه بدین به من؟ نه این ها سراخ راهابش کجا؟ حالا توی این سر شما پی سراخ راهاب میگردین؟ زود باشین بابا. ده چرا معتلین؟ نامردا این راه رجل مبارزه. زود باش برش را خواست. زود بیا مشخاصم گونی زود باش. گونی برای جای سرهنگ گمونم یه نفر کهنه سوراخ راهاب و عجاش در آورده. کادون بی شرف بی همه چیزی این کارو کرده. عجب سوال بچه گونه ای. استراتژی انگلیسا رو من میدونم، برای اینکه بارها باشون جنگ کردم. همین تو جنگ کازرون نصف شب یه شب آب و بل کردن زیر چادرهای ما، دو ساعت بعدش هم حمله کردن. خدا ریشه شانه با خوش کنه. صد رمت به شم بزل کنه. خدا خاطر تا میاد آقا چه آبی زیر پای ما ول کردن؟ مشقاسم
اینم یه جور شمر بازیه دیگه. شمر آبو بس انگلیس ها ول کردن. صد رحمت به شمر. خدایی بود ما و آقا آبباز درجه یک بودیم و الله تعالی ما و آقا دوتایی باز خفه شده باشیم. جد باش بیا قاسم این سطلو بگیر خالی کن. چشم آقا شما پایش کنید تا ما برگردیم. بیا الله یکی هم یادینه ببره. بیا بیا سطلو برو دود باش. بابا این سوراخ راهب کجاست؟ لابد انگلیس ها دوست میدنش. هم داداش انگلیس ها با توپ و تانک و تیاره وارد تهران شدن. اون وقت برای اینکه به شما لطمه بزنن میان سوراخ راهب رو میدوزن. آخه این چه حرفیه؟ داداش رموز سیاست انگلیس و تو به من یاد نده. اصلا انگلیس ها عاشق من و خانواده دور از جان شما. آقا انگلیسی ها سگی کی باشن که عاشق شما بشن؟ اصلا با اون چشمای چپ کور شده شما مگه میتونن خاطر خواه بشن؟ ما خودمان یک همشری داشتیم که میگفت بلا نسبت دور از جان شما انگلیسی ها اصلا مردی نداره. مزخرف نگو خیلی حرف میزنی. نخواستم کمک بکنی. به جایی مزخرف ها برو دم قهوه خونه این پسر واکسی رو پیدا کن بیاد اینجا. کارش دارم. شاید اون دیده باشه کدوم پدر سوخته اومده جراح بردو با کرده خودم از صبح تا شب جلوی در باغ نشسته حتما دیده کدوم عجبیه پدر سوخته اومده جراح بردو کشیده. آقا واکسی سرشبی دم در نبودا. برو هر کاری که بهت میگم بکن. برو گم شو. چشم دست سرهنگ بیا برده برو. چیه اونجا جا خوش کردی؟ خانده داشت، خانده داشت، دیدین، دیدین از سوراخ را آب بود، دیدین، بستمش. باد چی میگم کار انگلیسات، باد میگه سوراخ را آبه، عجیبه ها. والا، بلا سوراخ را آب بود. کوگوش شنوا. فردای اون شبی که به عضو حساس پوری لگد زدم، از ترس دایجون سرهنگ که کمر به قتل من بسته بود، منو به دیزاشیب تبعید کردم. در ایام تبعید از همه جا بی خبر بودم. فقط شنیدم که پوری رو در بیمارستان عمل کردن و یکی از اعضای دوگانه اونو که به سختی ضرب خورده بود بیرون آوردن. سه هفته بعد به مناسبت مهمانی پاگوشای قمر و آسپیران ریاس آبادی که از طرف آقا جان ترتیب داده شده بود منو بخشیدند. شازده اسدالله میرزا دنبال من به دزاشی بامد و در طول راه منو در جریان وقایعی گذاشت که در 21 روز تبعید از اونها بی خبر بودم. اما اصلا حالا خیال میکنیم وضع پوری چطور میشه؟ حالا تعادل بدنش به هم میخوره. چرا؟ خب وقتی یه ورشو در بیارن یک ور بدن آدم سبکتره، یک طرف سنگینتر. من براش خیلی دلواپسم. مومن؟ واقعا مومن؟ تو چرا دلواپسی؟ اون مادر مرده صورت اسبی با دلواپس باشه که محروم سان فرانسیسکو شده؟ یعنی دیگه هیچ وقت نمیتونه بره سان فرانسیسکو؟ بین حکما و اطباء اختلاف نظر هست. حکما معتقدن که نمیتونه. اطباء میگن شاید بتونه. حالا پوری میتونه زن بگیره؟ همین حاله حالا که نه، ولی شاید چند وقت دیگه بتونه که اونم به قول سردار مهارت خان طبیعتش بهود افسرده هایی. اما از لیلی برات بگم یا نه باش، حالش خوبه. فکر میکنی این مهمونی امشب آقا جون شلوغ پلوغ بشه؟ من دوست داری خان و عزیز سلطنه تازه فهمیدن که آسپیران قیاس آفادی که گفته بود تو جنگ لرستان ناموسشو از بیخ گلوله برده، از بیخ دروغ گفته. از بیخ؟ این آسپیران که میگو از مال دنیا هیچی نداره معلوم شده حسابی آدم پول داری. راست میگی هم از طولا؟ دروغ چرا؟ تا قبره آه 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 عجب حقیه. نه خیلی هم حقه نیست بیچاره. از ریخت کار معلومی که آقا جونه دستش تو کار. قمر حالا این وسط چی کاره؟ قمر شنگوله شنگوله. شوهرش پول داره، بچه میخواست که داره. کیف کردم از کلکی که آسپیرا زد بینا. قرار بود یه پولی بگیره قمر رو اخ کنه چهار روز بعد طلاق. اما حالا طوری سنگین نشسته که ده دفعه خواسته دوستداری رو از خونه بندازه بیرون. طوری هم قاف قمر رو دزدیده که دختره حاضره به خاطر سان فرانسیسکو حتی از مادرش دست بکشه. پس اوضاع خیلی شلوغ پلوغه. راستی از دوستداری خان چه خبر؟
دوست داره خره؟ داره سکته میکنه. نه که آسپیران با اون سر کچلش قاپ قمر رو دزدیده. دوست داری میترسه که املاک و ارث میراث پدری قمر رو از چنگش در بیاره. بامزه تر از همه اختر خواهر آسپیرانه که تو خونه دوستالی زندگی میکنه و دوستالی براش دو ملم کرده. این اختر خانم یه رفیق کلا مخملی داره که اسمش اسکر دیزله، جد دوم شیلری قصاب. یعنی رفیقش هم آورده خونه دوستالی؟ نه، ولی یه شب در میون سیامس میاد در خونه. اگه دوستالی جرأت کنه و در بروش باز نکنه اون وقت پاشنه رو اچا میکنه. اما اصولا شما این بار خیلی از این ماجراها کیف میکنی. بله، با عمرم اینقدر خوشحال نبودم. بذار پوزه اینا یه کمی به خاک مالیده بشه. این خانواده اشرافی، نواهای پرنگ و سلطنه و ببر و دوله که به پشتشون میگفتن همراه مانا یا بومیدی، حالا شدن همپیاله از تردیزل و آسپیرانگی از آبادی. یعنی همه اینا که گفتین امشب میان منزل ما؟ بله، اصلا خیال میکنم کارچرخون نمایش امشب آقا جونت باشه. خلاصه بهت بگم آقا جون، تو آدمی نیست که به این زودی یا فوش پوری یادش بره. اما اصولا نمیشه یه کاری بکنین که این اسخر دیزل امشب نیاد منزل ما؟ مومن مومن، اتفاقا به خواهر آسپیران مفصل سفارش کردم که اسخر آقا رو با خودش بیاره. میدونی بسر جون، این دوستالی بیشتر از اینا به من مدیونه. تا صبح قیامت آزارش بدم هنوز حقشو ندادم. مجلس امشب بدون اسخر دیزل شفایی ندارد. خب حالا اول میری پیش دایی جون سرهنگت و دستشو میبوسی، بعد دایی جون سرهنگت هم حتما بهت میگه که بری پیش دایی جون ناپلونت و سلامی بکن. برو. بعد دایی جون ناپلونت هم دستور میده که فردا برای عذرخواهی بری مریض خونه دیدن پوری، اونم برو. بعدش هم خب دیگه برو پایین، برو. سعید آقا جونت کجا؟ گمونم تو سالونه. دوستان این شنیدم از خونه میخوام بیرونت کنم. حسد الله. آقا این چه مهمونیه؟ الان شنیدم که این زنیکه بی سر و پا اون قول بی شاخ و دومم دعوت کرده. میفرمایید من چه کنم؟ شما نباید این عرازل آباشو تو خونه راه بدین. خواهر داماد شما گفته امشب با دوستش میاد اینجا. این درسته که من در و بروی قوم و خویش شما ببندم؟ خب بندم، هر کس و ناکسی رو دعوت کنم بیاد خونه شما خوشتون میاد. قدمش روی چشم. پیغمبر فرموده ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بسیار خوب، بسیار خوب. پس بندم یکی از همون عند الله و اتقاکم رو بیارم اینجا خدمتتون. جایی که اسقر دیزل میاد چرا من مهمون دعوت نکنم آقا؟ مومنت دوست داری صحت داره؟ چی؟ آسپیران برو بیمزه. من شنیدم آسپیران میخواد از خونه بیرونت کنه. استغفر. فعلاً که هوا خیلی خوبه، تو کوچه‌م میتونی بخوابی. رفت کیو دعوت کنه؟ حالا چی بگم؟ از این آدم نانجی به هر چی بگی بر میاد. باید وایسیم ببینیم چجوری میخواد تلافی کنه. تلافی چی؟ مومنت، مثل که تو علت مهمونی امشب رو نفهمیدی. مگه به خاطر عروسی قمر و آسپیران نیست؟ آقا جون تو عاشق زلف و کاکل آسپیران قیاس آبادیه که همچین مهمونی مفصلی بده؟ حتی دایی جونه که بزرگ خانواده است و هیچ کدوم از قوم خیشه برای قمر مهمونی پاگوشا ندادن، اما آقا جون تو مهمونی میده. چرا؟ آقا جون تو چرا با دایی جونت بده؟ اینا رو میدونی؟ دایی جون همیشه به آقا جون سرکوف میزنن که چرا از خانواده اشراف نیست. آفرین. حالا آقا جونت میخواد آسپیران قیاس آبادی پسر کله پز و برادر اختر رقاصه کافر رو به رخ همه بکشه. تو عروسی قمر هم میخواست این کارو بکنه ولی نشد. اما حالا آره. قوم و خیشا همه میدونن که قمر زن آسپیران قیاس آبادی شده. ولی امشب غیر از قوم و خیشا عده آدم سرشناس هم به مهمونی دعوت شدن، مثل آقای سالار از اون کله گنده های شهره. با دعوت کردن آقای سالار آقا جونت با یه تیر دو تنشون زده. چی آقا مسکی خیلی دست پاچین؟ اولا دایی جون و دوستالی و خانواده اونو کنف میکنه، ثانیا دایی جون رو به وحشت میندازه. آخه این آقای سالار معروفه که نوکر انگلیس هست. پس جنگ و جدال آقا جون و دایی جون هم خطرش هست ها؟ من نگرانیم از همینه. مگه دلم برای تو نمیسوخت
یه راست میرفتن تو جبهه آقا جون تو پیر اینا رو میسوزن. سلام آقای آسپیران. سلام آقای دکتر. سلام، ببین چه جشنی شده. بندر شرف راست فرمودیم. سلام عزیز خانم، بفرمایید. دلم برم. به سلام آقای آسپیران، چطوری شاد اومد؟ شاکر شمایی، حال شما خوب عجد والا، خوشی بح بح بح. امروز داشتم به همین قمر میگفتم دلمون برای حضرت والا تنگ شده، باید ازشون خواهش کنیم یه شب شرف راه کنن. پس خانم والده کشن، اختر خانم جون کشن، خدمت میرسه، منتظر اختر بود که با هم بیان. به چه خانم خوشگلی جان، چه پیرن قشنگی. اینه خانم جون برام دوخته. ماشاءالله از هر انگشت عزیز خانم صد تا هنر میریزه. نه اما عبدالله اینه عزیز جونم ندوخته، خانم جون دوخته. والده منو میگه. خود نشین عزیز خانم، فرقش نداره. خب پدر سوخته، شکمدم که بالا اومده. بالاخره واسه بچه‌ها دروز قرمز بافتی. فقط آسیباش خونده. خوش اومدید، بفرمایید. آسیباش گفت که برای آشنان جون تا. آقای آسیبان تو اتاق خنک‌تره. من چون قرمز باشه. بعدم واسه من یه شال گردن. بفرمایید. آمادم که اومدن و رفتن تو اون اتاقی که خنکه. آقای بینجی بینم. بله. اینا چیه؟ بفرمایی شربت البالو. به مش خاصم بگو از اون شربت مخصوص برای من بیاره. مگه خبر نداری؟ از چی؟ مش قاسمو گرفتن یک ساعت پیش، بردن کمیسری. کمیسری؟ کمیسری؟ بله. مگه چکار کرده بود؟ آقا از ما نشیده بگیرین، خود آقا فرمودن کسی نفهمه. مش قاسم امروز غروبی از بالای پشت بام یک آجر انداخته تو سر انگلیسی ها. عجب شوخی میکنی. نه آقا راستشو عرض کردم، سر انگلیسی ها مالین و خونین شده. بله. آقا هم دنبالشون تشریف بردن کمیسری. مومنت درست ما اینا نمیخواد شکستی. آی 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 شما این دفعه ببخشینش، از گناهش بگذرین، بنده خودم تنبیهش میکنم سرکار. البته اشتباهی بوده، تعمدی که در کار نبوده. اختیاران والا فرمایشی میگی شما، طوری عملی نبوده. آقا بنده برای خودش داشته تو کوچه میرفتی، داشته داد میزدی، ماه ماه تازه ماهی تازه ماهی که یه دفعه یه آذر محکم آسمان اومد خورد به من کلم شکست. بگیرم آذر به هوا از دستش در رفته، خود به من کلم. اون همه فوش بعد خوار مادره چی میگی؟ شما خودش بگی اون فوش های ناموسی هم همینطوری به هوا از دانش پرید برون. تو پول گرفتی رضایت دادی. آقا اگه میخوان نوکرشونو خودشون تنبیه بکنن دیگه به تو مربوط نیست. برو برو پیکارت. من با شما کوچیشم سر. چشم میر ندالت نمیشه بی ناموس کلش نشکنی. کر خره گوساله، پس تو کی میخوای آدم بشی قاسم؟ آقا همینجور هرچی تو دستت اومد حواله میدی تو سر کله مردم؟ آقا. آره بیشور. حالا شما هرچی میخواین بفرمایین، ولی ما هنوزم پای حرف خودمان هست. اگه خفه نشی خودم با دستای خودم خفت میکنم. این بی ناموس اگر خودش انگلیسی ها نباشه جاسوسشانه. آقا من کاری نکردم. آقا 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 الان ما 30 سال آزگار تو این محله هستیم، چطور تا حالا این کورشدارا ندیده بودی؟ تازه ما بعد 30 سال یک انگلیسی ها رو نمیشناسیم. قاسم بس دیگه خفه شو. ما خفه میشیم آقا، اما اون واکسی بیچاره خون ناحقش روز قیامت گردن تا رو میگیره. وا الان اون مادر مرده منتظر شماست که تلافی خون ناحقش رو سر انگلیسی ها در بیاره. بازم شما؟ سلام علیکم سرکار. سلام، بشین بشین بابا. یاز به این اسکر ریزه رو باید مستش کنی. دوره چرخی میزن من کوکش.
سلام علیکم نوکر شما این قربون شما قربون شما ما نمک پروردیم از آتا آقا خیلی ممنون چقدر تارو بفرمایید چی میل داری چایی قربون شما همه چی صرف شده خیلی ممنون از لطف شما رو درباسی نکنید شراب همه جا فضا حالا که شما میفرمایید اگه باشی یه چی کرقه کش میش اگه نیست عیبی نداره آب جو خونک باشم معروض بفرمایید آقای دکتر این از خاره ما یکمی خجالتیه از این شیرینی ها بابا بابا نمیخواه خوش هستی اون تنبایی سکنم دارم خودم رو میسازم من بکنم چی بخورم میده برای خوب مادر شیره تو زیاد میکنه نه آسفی شربت میده من شربت مخصوص دارم نمیری آبا امشه از خراقا اینقدر میخواد بخوره که مسشه نه خوربون شما خیلی ممنون از لطف شما مومد مومد شما این اختر خانم اگه دست من رد میکنید این از خری ما یک کمی خجالتی خب بخور دست شوزده رو رد نکن قربون شازده چه جان پذیرایی از مهمونای محترم و برده من مزرید خب از خرم جان به سلامتی شما گشت سعید آدم شربت بیلیم هم نمیتونه به این راحتی بخوره که تو خوردی الان کلا پاره خیال در بابت بچه راحت باشه خودم قنداقش میکنم ای برا تا خودت یاد بگیری کاری نداری که فقط باید حواست جمع کنی چیز مهمی نیست دختر نازنین شمایی این از اون شرابای محشر گوش کنم بفرمایی ای شیطون با الهی نمیری شما شازه من مشروب بخورم چه بیداری همچین شبی ماشالله پسر به این آقای زن دادی شمایی این از فیران که بچه نزی این شب شب عشقه خواهش میکنم حسابی سرحال میه ناغلا چه خیالی داری شیطون ها شربت میل بفرم بفرم خواهش بفرم بفرم شازم بگم نمی کنه با شازم بگم بس قاتل برد مشتار بگیم سلام علیکم شما چرا بیکار نشستید من خودتونه با زمین راستون ور داریم میخوریم به سلامتی میزبان محترم ما شرفی چه شرابی بگو بیان تو اتاق نهار خوری سب کن باشه جناب آقای سالار از تشریف فرماییتون واقعا خوش آمدید آقای قیاس آبادی داماد ما از صاحب منصبان عالی رتبه تحویل است چاکرم به به از آشناییتون خیلی خوشحالم مبارکه آقای قیاس آبادی شما در کدوم قسمت تحویلات کار میکنید شعبه امور جنایی قربون با چی کار میکنید یعنی رئیس شما والا قربون آقای نایب تیمور خان کدوم تیمور خان؟ ببینم یه وقتی رئیس تأمینات خراسان نبود 10-15 سال پیش نخه قربون نخه ایشون هیچ وقت رئیس نبودن امشب هم قرار بود تشریف بیارن اینجا نمیدونم چرا دیر کنده آقای دکتر ناصرالحکما هم تشریف آوردن اینقدر دیر آقای دکتر سلام علیکم خیلی خیلی خوشحالم آقا سلامت باشی حال شما چطوره سلامت باشی سلام آقای دکتر حال شما چطوره خیلی وقت منتظرتون هستیم چرا اینقدر دیر چی بگم قربان جناب آقای سالار با آقای دکتر ناصر حکما سلام جناب سالار سلام چطوره
شما روشن. میدونیم بعد از چند ساله که دارم شما رو میبینم. چند سعادتی امال. وای خدا اگه گفتین این چند سالی بخوریم به سلامتی هرچی دیزل سیویل و اخوانی سیامات. شما پرمش رو نخششی ایز را کنیم. بوش کن آقای دوست دقیقا میگم که تلفاتی سلام بای خدا چقدر خندیدی تا حالا کجا بودی؟ رفته بودم بلکه یکی دوتا مطرب خبر کنم. آخه تو دسته مطربای عباس خان یه عبدالله سیاه هست که وقتی کاکا سیاه میشه آدم از خنده روده بر میکنه. اصلا مشروبی سیاد خوب بعدم نیست ملنگ چادم نه اسمش رو انگار شنید به سر خوار ناتنی آقا جونت. راست میگی؟ آره راستی دیشب نیمدی کافه بعد از برنامه منتظره کاش آورده بودی از اون کاکا سیاه های بامزه. البته آدم بی سر و پاییه ولی خیلی بامزه است. حیف حیف که پیداش نکردم. من عاشق کاکاسیا هستم. راسی. اگه بدونین کجاست شوفر من میره دنبالش. شما نمیدونین که کجا میشه پیداش کرد. مثل اینکه یه نسبتی هم با شما داره. پسر همشیره ناتنی شماست نه؟ اما اصلا الان دعواشون میشه. شنیدم که خدا بیامرز پدر مرحوم آقای آسپیران همیشه آرزو داشته عروسی پسرشو به چشم ببینه. بابای آسپیران خدا بیامرزه. یه روزی یه روز یادم میاد همچه آخرای عمرش. آره توی دکون پای اجاق گرمش شده بود. اومد خونه و حالش به هم خورد. من بالای سرش بودم. میدونی چی گفت؟ گفت تو دنیا فقط یه آرزو دارم که بیش از مردنم عروسی آسپیران رو ببینم. سلامت باشی. اما میدونی این پسره انقدر چش سفیدی کرد که پای اجاق دق کرد و مرد. چی خانم؟ دم اجاق؟ مگه خدا بیامرز شوهر شما چی کاره بودن؟ شوهر من خدا بیامرزدش شوهر من کله پز بود. بله جوونیاش چیکار میکرد؟ بله جوونیاشم مغنی بود. مگه عیب جونم؟ دوست داری ساکتش کن. سلامت باشی. خیلی ببخشینا، یعنی میدونین همش تقصیر این شازده است که به من زیادی مشروب دادن. راستش عرق و شراب قاطی دادن. شاخان خیلی معذرت میخوام، شرمندم. اختیار داری خانم، شغل شوهرتون که شرمندگی نداره. فرمود اون کسی نزد خدا عزیزتر است که پرهیزگارتر است. شغل که شرمندگی نداره. درست آقای دستلی؟ شما که افکار انسان دوستی دارید چرا خواهرزاده خودتون رو تو خونه ران نمیدی؟ خاطرتون هست یه روز اومده بود در خونه شما که یه کمکی بهش بکنیم به زور آجان ردش کردیم؟ اون کار برای شغلش نبود که رفته کاکاسیای تخت حوزی شده. برای این بود که انسانیت رو زیر پا گذاشته، معتاد شده، آبروی منو برده، شیره شده. شما خودتون حاضر نیستین با یه همچین آدمی معاشرت داشته باشین ولی دیگران رو سرزنش میکنین. چطور آبروی شما مهمه ولی آبروی یک خانواده اشرافی درجه اول این مملکت مهم نیست آقا؟ نفهمیدم شما میخواین آقای آسپیران قیاس آبادی این مرد محترم و آبرومند و به پای شیرهی بذاری؟ مگه این مردی که دریاکنی؟ چی شد؟ حرف دهنتو میفهمی یا نه؟ تو و تمام ایلو تبارت نوکر پسر منم نمیشی. خفشو پیر زن جادوگر مردشو ریش و سیبیلتو ببرم. اگه یه دفعه دیگه از این حرفای مزخرفت دهنت در بیاد همچین میزنم تو گوشت که از دماغت خون بچکه. نامرد بریم بیرون تا حالیت کنم. داری خره رو جلوشو بگیرید. باستی کنفر میکنی از خلمانو با کاش بیشترم بی آبرو. بابا این درزی آبرو شما یه چیزی بشتنی بیشترم آبروی بیشترم آبرو.
چه خبر؟ چه خبر شده؟ چی اصغر میخواد سر دوستداری خانم؟ وای بابام هی آشپزخونه. اگه میخوای شماره دوستداری خانم ببری. جان از انتقام جوی انگلیسی ها به جایی رسیده بود که از وحشت ترور خودش رو در اتاقی حبس کرده بود و مشقاسم مثل یک نگهبان شجاع شبها مقابل اتاق او کشیک میکشید. به دستور دایجان تمام باغ تحت نظر بود و هیچ کس شبها حق رفت و آمد نداشت. از روز تصرف راهن در ماه شهریور تا باز شدن مدرسه ها در ماه مهر تماس من با لیلی قطع بود. تنها امید من برای دیدن لیلی باز شدن مدرسه ها. سلام بابام جان. سلام. صبح بخیر. شما که صبح به این زودی میتانی پا بشی هر روز دو رکعت نماز بخونی. وقتی بزرگ شدم یعنی وقتی درسم تموم شد حتما نماز میخونم. نماز بزرگ و کوچکی نداره. این دنیا آخر عاقبت نداره. فکر آن دنیا رو باش. مشخصه. میشه خواهش کنم این کاغذو بدی به لیلی؟ باز فکرای عاشقی به سرطان زده. نه کاغذ به ما نده. مگه چی شده؟ بلوان کن بابام جان، ما دیگه کاغذ برای لیلی خانم نمیبریم. چرا مشخصه؟ مگه چه عیبی داره؟ معصیت داره. آدم دختر دم وقت مردم را هوایی کنه، عاقبت هم هیچی. یک چیزی میخواستم بگم راجع به من و لیلی؟ نه اصلا نیچی. چرا نمیگی؟ قول میدم به کسی چیزی نگم. راستش دروغ چرا؟ تا قبل اصلا چیزی نبود. نمیگی؟ امان از دست این زبان صاف مرده ما بابا. کاغذم نمیبری؟ باشه مشخصه. باش. بابام جان آخه ما خواب عیبی نداره. باشه خاطرت باشه بابام جان، قسم خوردی از ما نشیده بگیری با قول شرف میدم. راستش عروسی لیلی خانوم با پوری آقا داره سر میگیر. چی؟ راست میگی؟ عروسی؟ چطور مگه؟ پنداری ناخوشی پوری آقا داره خوب میشه، یعنی آن دوا و درمان و دکتر کار خودشو کردی. بابام جان قافلی آقای سرهنگ چقدر خرج دوا و درمان پوری آقا رو کردن؟ ما خودمان یک همشری داشتیم که مثل پوری آقا. زودتر بگو، خواهش میکنم، هرچی میدونی بگو. والا بابام جان دروغ چرا؟ پوری آقا از وقتی که شما با لگد زدی به پنداری یکی از وردستای ناموسشان رو برداشتن، زیاد حال ندارن. پنداری نفس و نفس از ناموسشان رفته. اینا رو میدونم مشقاسه. شما از کجا میدونی؟ پسر دکتر گفت یه روز در میون بابا چرخ الماس رو دل پوری میذاره.
ما رو باش که خیال میکنیم غیر از ما و آقا و آقای سرهنگ و دکتر و آقای پوری و پسر آقای دکتر و خانم آقای سرهنگ با خود ما کسی نمیدانی. خلاصه پنداری آن قفه برقی که دکتر به دل روده پوری آقا کار میذاره کار خودشو کرده، یعنی خوب شدی. اما این پوری آقا باورشان نمیشه، پنداری دل و زهلشان رو باختن، حالا میخوان امتحانش کنن. میخوان امتحانش کنن؟ مگه میشه؟ آره بابام جان. آخه چه جوری؟ یک زن براشان پیدا کردن که اما این که براتان میگیم باید قسم بخوری از ما نشیده بگیری بابام جون. قسم میخورم به جون آقا جون، به قرآن مجید، به جون لیلی. خلاصه حالا که ناموس پوری آقا درست شده، یک زن میخوان بندازن جلوشان که بلا نسبت ناموسشان امتحان کنن. اگر توی این امتحان قبول شد آن وقت با لیلی خانم عروسی کنن. دیروز آقای دکتر آمده بودن پیش آقای سرهنگ، رفتن توی اتاق در بستن. ما هم بی هوا که داشتیم رد می شدیم گوش ما شنید. آقای دکتر گفتن باز براش سیغه بگیری. آقای سرهنگ گفتن سیغه درد سر داره. خود پوری آقا گفتن یا زن نمی گیریم یا باز لیلی خانم برامان بگیری. خب حالا می خواهی چیکار کنم؟ والا پنداری خود آقای سرهنگ طوری که پوری آقا نفهمه با اختر خانم صحبت کرد. چی گفتی؟ اختر؟ خواهر آسپیران قیاس آبادی؟ مگه میشه؟ خود آقای سرهنگ با این زنی که رقاص قرار گذاشتن یک پول خوبی بگیره تا پوری آقا رو امتحان بکنه. این زنی که سلیته نه نگفتی. دایی جون خبر دارن مشخصه؟ والا آقا هم اولش نهانو میکردم آخرش والا دروغ چرا؟ ما نمیدانیم چطور شد. آسپیران چی میدونه؟ این هم شهری ما از وقتی قمر خانم براش بچه آورده دیگه خدا رو بنده نی، نه آدمیت میفهمه نه ناموس حالیشه. بچهش دیدی مثل سیب. مثل چی؟ مثل سیب که با آقای دوستعلی خان نزد کرده باشن. حالا هم که بیچاره آقای دوستعلی خان و با دوز و کلک از خانه بیرون کرده که ملک املاک قمر خانم بالا بکشه. حالا کی قراره پوری رو امتحان کنه؟ والا دروغ چرا؟ اینو ما خودمانم هنوز نمیدانیم. پنداری امروز یا فردا قرار شده آقای سرهنگ با خانم از خانه برن بیرون، پوری آقا رو طوری که بو نبره نگذارن بره اداره. آن وقت این اختر خانم یک چیزی رو بهانه کنه بره خانه آقای سرهنگ کار پوری آقا رو بسازه. حالیت بابام جان؟ پس تو این خونه خبرایی بوده. حالا مشخصم خیال میکنی پوری حاضر بشه اختر امتحانش بکنه؟ این زنی که سلیته بلا نسبت بلا نسبت، خود ما را هم بلا نسبت اگه رو بهشان میدادیم تا حالا صد باره امتحان کرده بود. دیگه نمیدانه که ما از اوناش نیستیم. اون روز با دیدن مستر ترکی گردن کلوفتی که لیلی رو به مدرسه میبرد تمام امیدهای من به باد رفت. دایی جان سرهنگ که دست من خونده بود به دایی جان ناپلئون تلقین کرده بود که انگلیسی ها ممکنه در راه مدرسه به لیلی آسیب برسونن. دایی جان ناپلئون هم با وحشت از اون خواسته بود که برای محافظت لیلی یک مصدر مخصوص بگیره. میگم مشخصم چطور مواظب باشیم نذاریم اختر پوری رو امتحان کنه؟ خب بابام جان یک وقت دیگه که مواظبش نباشی میره امتحان میکنه. باز یک فکر دیگه ای کرد. فکر دیگه ای نداره، ما باید مواظب باشیم، نباید بذاری. اما سعید خان بالا غیرتن غیر از ما و آقا و آقای سرهنگ با خود اون گیس بریده دیگه هیچ کس نمیدانه. وا اگه سر صداش در بیاد آقا یک گلوله تو مغز ما خالی میکنه. چرا؟ به دایی جون که ارتباطی نداره. اصلا اگر انگلیسی ها بفهمن همچو کاری شده آبروی آقا رو توی تمام ولایت ایران میبرن. تو هم چه حرفا میزنی مشخصم؟ انگلیسی ها رو چی دیدی؟ شب تا صبح باز از ترس نامردیشان جلوی اتاق آقا قراولی بدیم. خیالت راحت باشه مشخصم، فقط تو رو به خدا اگه وقت امتحان فهمیدی زود بوده به من خبر بده. بعد چه خیال کردی؟ ما خودمان بیشتر از شما دل ما میخواد این کار به هم بخوره.
ناموس یک دختر قیاس آبادی مثل ناموس خودمانه. توی تمام ولایت ایران رو بگردی یک جا پیدا نمی کنی مثل مملکت قیاس آباد ناموس پرست باشن. ما خودمان یک هم شهر سرکار جون تو را خدا نگاه کن چجوری جنسا حرام میکنن. آخه خواهر جون یه خورده انصاف داشته باش، یه خورده ما را بد داشته باش. بیا قایمش کن، نباید دست کسی بیفته. سعید داره میاد، وایسته ببینم اماره چیره باش فرار کن خود ما را سعید وایسته کوزه اهمی الان میگه مگه بابا کیش میتونی ریخ کلیک میتونی حالا قرار اختر رو بفرستن پوری رو امتحان کنه. پس دکتر برای امتحان مریضش سان فرانسیسکو تجویز کرده. چه دکتر ماهی، من از اول میگفتم این ناصرالحکما نابغه است. کاشکی من مریضش بودم. خدا نکنه. اما اگه من مریضش بودم از دواخونه دیگه ای دوا میخریدم. مگه شما از این دوا مصرف کردین؟ نه خدا شاهده اگه من به اختر دست زده باشم. حالا میتونی برای ما یه حرفی در بیاری؟ خب تو چیکار میخوای بکنی ها؟ نمیدونم، اگه پوری تو این امتحان قبول بشه حتما هفته دیگه خواستگاری و بعدش هم عقد کنون و بعدم مومن. پس کجا معلومی که قبول بشه شاگردم اون کودنی؟ شنیدم که این اختر خوب امتحان میکنه. درست شنیدی، امتحانش اصلا رفوزه نداره. من خاک بر سر اگه عقلم رسیده بود میدادم اول تو رو یه امتحانی بکنه. ننه تو رو خدا همو اصلا من اومدم پیش شما که یه فکری برام بکنی. دیگه فکر نداره، لغت زدی به چی میگفت مشقاسم، یه بره ناموس رو زایه کردی، حالا یه لغت دیگه بزن اون برش هم زایه کن. اون وقت این رقیب عزیز شما میشه آقا پوری خان خاجه، خیالتون تا روز قیامت راحت میشه. ننه اما اصلا بازم شوخی کردی. مگه دروغ میگم؟ نه فردا یه خواستگاری دیگه میاد، پس فردا یکی دیگه، اون وقت با درس و مشق رو بذاری کنار و صبح تا شب لغت بذاری تو ناموس مردم. آخه اینم شد کار؟ میگم چطوره برم به اسخر دیزل بگم اون یارو جاهله که دوست اختره ها. به به آفرین به این نبوغ تو، همینش مونده که اون مرتیکه نکره رو ببری بالا سر مترسش یه خونی را بندازی. بکن راحت‌تر دست لیلی رو بگیر و سر جلسه امتحان. نه اما اصلاً اگه عذرشی نداری میخوای من ببرمش؟ نه نه من قول شرف دادم نذارم کسی بفهمه کی موضوع رو به من گفته. پس چرا اومدی به من میگی؟ من که به شما نگفتم کی به من گفته. عجب روی داری تو، بگم کی گفته؟ اگه میدونیم بگی. بگم دروغ چرا؟
تا قبل همش چهار انگشته بابام جان. نه باور کنیم به خدا مشخصم روحش هم خبر نداره. خبر نداره؟ خیلی خوب خیلی خوب، قسم هایی نخور. به نظر من باید بذاری جلسه امتحان تشکیل بشه، اون وقت یه سر صدای را بندازی تا عشق و عاشقی از یاد پوری بره و دوباره یه سه چهار ماهی بره زیر چرخ الماس دکتر ناصرالحکما. بعدش هم خدا کریمه، شاید تو این مدت انگلیسا به انتقام زجرایی که از دای جونت دیدم پوری رو سر به نیست کنن. اما اصلا اما اصلا فکر خوبیه نه؟ فقط بپا چش و چارشو کور نکنی. حالا بگو از کجا این فکر به کل از زسته ایجون؟ آخه گرفتاری پوری فقط از اون لغتی که من بهش زدم نیست. دوره سربازی که اهواز بود یادتونه شوک روحی بهش وارد شده بود از صدای گلوله؟ تا دور پایین تنشو به هم زدی، حالا نوبت بالا تنشه. تو نقشه کشیدی از شر پایین و بالا راحتش کنی، اما خوب حواسو جمع کن. وجود تخم و ترکه این پوری نابغه برای آینده ملت ایران لازمه، باید حفظش کرد، مخصوصا حالا که تو اداره مالیات بر درآمدم کار میکنه. خاطر جمع باشین، دست بهش نمیزنم، خودم میدونم چی کارش کنم. کجا حواست جمع باشه سعید، بیگدار با آب نزنی. وقتی اون جاسوس خونگی خبرت کرد تاریخ امتحان که یه بمام بگو مومنت مواد اختر خانم از خودت برنجونیا، خیال دارم ازش خواهش کنم از تو هم یه امتحانی بکنم. تو مرد گنده دیگه باید بفهمی سان فرانسیسکو چه جای خوش آب و هواییه، باید با اوضاع جغرافیاییش آشنا بشی پسر جون. اما اصلا خدافظ ننه. خیر پیش ننه جون. این همه صدات کردم کجا بودی ننه؟ تا صحبت سان فرانسیسکو شد یک دفعه پیدا شد کلک. چه میکنین ماشاءالله. اما برای کسانی که درس نخونیده هم پول و ثروت جمع کردن اهمیت بیشتری دارد و عقیده کسانی که درس نخونیده هم میگوین علم و دانش به چه دردی میخورد، میگوین ما هر چقدر درس بخوانیم فایده ای ندارد، چون وقتی مردیم این علم تمام میشود، اما اگر ثروت داشته باشیم از بین نمیرود. من علم و دانش را خیلی دوست دارم و اهمیتی به کسانی که پول دوست هستند نمیدهم. من از خدا پول و ثروت نمیخواهم، علم ما را روشن میسازد. در قدیم یک حمال ها را هم دانشمند میدهند. من عقیده ام این است علم بهتر از هر. چی میخوای؟ ما؟ بله ما نوکر دایی آن آقازاده هستیم. کیو میگی؟ آقازاده کیه؟ کی به تو اجازه داد موقع درس بیای تو کلاس؟ بله؟ والا آقا دروغ چرا؟ تا قبل ما اولش اجازه گرفتیم که بیایم تو، شما نفرمودی اجازه نیست، ما هم آمدیم تو، سلام هم عرض کردیم، ماشالله هزار ماشالله زورت هم آمد، یک علیک بی قابلیت. ساکت، گفتم چی کار داری؟ حال بابای آقازاده به هم خوردن، ما را فرستادن آقازاده را ببری منزل. پدرت کسالتی داره؟ پدرم ها یعنی نه پدرم بله آقا بله. چشه؟ والا آقا بنده خدا داشتن قلیان میکشیدن، یک دفعه پنداری نفسشان پیچید توی دلشان، یک پیچی به خودشان دادن، یک صیحه زدن، افتادن زمین. بیا پای تخته. باریکلا بشین. انشاءت نوشتی؟ بله آقا. بخون. چشم. حالشان نکنین، بخون بابام جان. به خدا ما انشاء نوشتیم. نوشتی؟ پس چرا نمیخونی؟ بابامون مریض بود. چهارشنبه بابای یکی دیگه مریض شد. آقا اجازه آقا ما بگیر. آقا علی پور بود. آقا علی پور بود. ببخشیدش آقای معلم،
حواسشان پرته، برای پدرشان ناراحته، فکرشان کار نمیکنه. من فکرشو کار میندازم. تو مربوط نیست، برو بیرون. چطور به ما مربوط نیست؟ خیلی هم مربوطه. ما باس بدانیم شما آق معلمی یا شیرالی القصاب. یک بار یک ساتور بیاری سر کلاس، دستان درد نگیره. ساکت. یکی بره کل اسماعیل صدا کنی، این مرتکه رو بندازه بیرون. ما خود ما میریم، خاطرتان جمع باشه. خدا رو شکر ما مردسه نرفتیم از این کارا یاد بگیریم. خدا رحمت کنه، ما خود ما یک همشری داشتیم تو قیاس آباد. برو بیرون. کل اسماعیل. کل اسماعیل. کل اسماعیل. بچه آقا معلم رو اندازون رو سنید. سنید فرار کن. 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 بازار چینگی سپوریده را دیدیم، هفت قلم خودشو بزرگ کرده بود. به خودمان گفتیم ای دل غافل چه نشستی، یک خبرهایی هست. معطل نکردیم آمدیم دنبال شما. اما جان آقا، جان لیلی خانم، کاری نکنی که ما گیر بیافتیم. به مرگ تو تیکه تیکم بکنن. نمیگم تو به من گفتی. حالا چرا این موقع زو؟ نیست که بچه ها رفتن مردسه، خانه خلوت، اداره جاتیان که اداره هستن. پوری رفته بود اداره یا نه؟ بابا جان دروغ چرا؟ ما به چشم خودمان ندیدیم بره اداره. همین ما رو هوشیار کرد. یک وقت دوباره لگد مگدی بهش نزنی یا آن وقت دیگه این قوم تا خونت رو نریزن بلکنی. تو برو یه سرگوشی آب بده ببین اختر رفته خونه ایدای جون سرهنگ یا نه. من باید برم چند تا دفتر پاکنویس بخرم، زود میام. ما خیلی دلواپسیم. نه ترس مش خواستم، فقط اگه دیدم میخوان کار بیناموسی بکنن سر صدا میکنم که نتونن. زنده باشی آدم ناموس پرستی هستی بابا جان. کلید یادت نره. خیلی خوب، برو دم در تمام بیار. زود باش. مش قاسم. بله آقا، ما اینجاییم. سلام علیکم آقای دکتر. سلام، چطوری مش قاسم؟ امروز تو باغ پیدا نبود. رفته بودیم زیر بازارچی سرگوشی آب بدیم. سرگوش آب بدیم؟ خب چه خبرها بود؟ فهمیدیم که انگلیسی ها هنوز جرأت نکردن برن طرف قیاس آباد. وقتی سعید اومد از مدرسه این کلیدو بهش بده. چشم آقای دکتر، خیر پیش ان شاء الله. سلام شاجون. سلام. امروز چرا زود اومدی؟ اول سال معلم حساب هندسه هنوز نداریم. آقای ناظم گفتن برین خونه. شما کجا میرین؟ خونه فرخلقا خانم. اونجا میرین چیکار؟ داداش سرهنگ تلفن کردن که فرخلقا خانم ناخوشه. یه سری میریم ببینیم چشه. چشه؟ هیچی. سر همه رو زیر خاک کرده. حالا لابد نوبت خودشه. شماها چتونه با این بیچاره؟ تو هم اگه میخوای بیا. نه، من خیلی درس دارم. برم دیگه. کلیدو در پیش مش خواستم. باش. انگور گذاشتم تو پاشیر. خواستی ورده باشه شاجو. خدافظ. بابا برو تو، همه چی رو به راهه، فقط مشروب تو زیر زمینه. باش. کجا میری؟ کجایی بابام جان؟ اینجا. بیا بیا.
مامان جان آمدیم خبرتان بکنیم ما از داخل اتاق ما زیر چشم خانه آقای سرنگ را میپاییدیم. یک رو انگیس بریده آمد، هفت قلم بزک کرده بود، چادرم سرش بود، آمد توی باغ زیر چشم میپاییدیم، به چشم خودمان دیدیم رفت طرف خانه آقای سرنگ. پوری هم تو خونه است؟ والا دروغ چرا، ما هنوز به چشم خودمان ندیدیم از خانه بیاد بیرون. مشخصم زود برو خونه عمو استولا، یه کاری بکن بیاد اینجا که اگه سر صدایی شد مواظب من باشه. برو یا... چشم بابا جان خیلی مراقب باش، آقای سرهنگ نفهمه وا، اگه بفهمه خونتان پای خودتانه. ببین مشخصم کسی نفهمه. چشم بابا جان. خیلی ممنون میشم پوری جون اگه این کارو واسم درست کنی. پارسال چطوره؟ پارسال هم همینقدر مالیات ازش گرفتن؟ نه پارسال یه آشنایی داشتیم اون واسش پارتی بازی کرد. حالا شما فردا پس فردا بیه نداره ببینم چیکارش بشه کرد، باید پروندهش رو ببینم. عجب هوا گرمه امروز. میل دارین یه گلاس شربت آلبالوی خنک براتون بیارم؟ نه دلم میخواد یه لیوان آبجوی خنک بهم بدی، یا از اون شرابایی که آقا جونت اون دفعه داد خوردیم. آقا جونم شراباش رو بیذارم تو صندوق خونه، درش رو قفل میکنم. خب از ترس توی؟ نه با خدا، نه من اصلا مشروب نمیخورم. آره تو بمیری، تو گفتی و منم باور کردم. وقتی با دختر رو وعده میذاری تو کافه مافه ها میشینیم پالوده میخورین ها. بر از این کار نکنم، میخوای لج منو در بیاری. خوبه خوبه اینقدر دروغ نگو، جوونی به این خوشگلی بلند بالا میشه از این کارو نکنه؟ خودت هم نخوای دخترها راحتت نمیذارن. نه خلا برو یه نگاهی بنداز، شاید از اون شراب آقا جونت پیدا کردی. آخه میدونم که بیرون نمیذارن. اگه بدونی چقدر حوض کردم. حالا برو بگرد، میخوای دل منو بشکنی؟ پس شوهر روتونو بکنین اون وقت. اینجوری خوبه؟